سلام و خسته نباشید. به برنامه خبری امروز یک شنبه 12 ماه جون سال 2016 میلادی خوش آمدید. من احمد سیرزیا به اتفاق همکارانم در نیم ساعت باش با خواهیم بود. امید است تا پایان ما را همراه باشید. عملیات نظامی به خاطر گشایش راه‌ها در ولسوالی‌های ولایت روزگان آغاز شده است. مقامات امنیتی افغان میگویند که در این عملیات نیروهای امنیتی افغان دستاوردهای هم داشتند. در حال حاضر راه‌های مرکز روزگان با ولسوالی خاص روزگان، چارچینو، شهید احساس و دهراود مسدود است. آمر امنیت ولایت روزگان میگوید که نیروهای امنیتی افغان تنها در عملیات باز کردن مسیر دهراود 8 کیلومتر پیشروی کرده و تلفات سنگینی را به مخالفین مسلح هم وارد کردند. با گفته او در جریان این عملیات تا کنون یک پلیس جانش را از دست داده است. مردم از موجودیت تهدیدات امنیتی در ولسوالی های چارچینو، خاک سفید، شهید احساس و دهراود ابراز نگرانی می کنند. دوستان، واقعات پیهم آدم ربایی و قتل در شهرهای افغانستان باعث شده تا برخی از مقامات و مردم افغانستان اکنون استراتژی کاهش پست‌های موظف و تأمین امنیت راه‌ها را مورد سوال قرار دهند. این استراتژی را ناتو حمایت نموده و هدف آن این بود که نیروهای افغان پست‌ها را ترک کرده و در پی نابودی طالبان در جنگ برایند. اما از اواخر ماه می تا حال بیش از 200 نفر از شهرها را بوده شده و حداقل 21 تن کشته شدند. در این ایستگاه بس در کابل مسافران منتظر بس‌هایند که آنها را با عبور از جاده خطرناک به ولایت کندز می‌برد. مسافرانی که روانه سمت شمال و به سوی ولایت کندزند از راه عبور می‌کنند که در آن منطقه طالبان چند روز پیش 50 تن را از یک بس و یک موتر ربودند. مدت زیاد است که خانواده‌ام را ندیدم. این وطن از من است، لیکن متاسفانه آزادانه از یک جا به جای دیگر رفته نمی‌توانم. من معمولاً هنگام تعطیلات دانشگاه از قندار به کندز می‌روم، اما این بار مطمئن نیستم که بتوانم با خیال راحت به منزل مقصودم برسم یا خیر. با گسترش پیشروی طالبان و سایر گروه‌های تندرو، جاده‌های افغانستان مدت زیاد است که در این کشور جنگ زده خطرناک شده است. لکن پس از آنکه ناتو نیروهای امنیتی افغان را تشویق به مسدود کردن بسیاری از نقاط تلاشی کرده است، بیشتر طالبان مسئول قتل و آدم ربایی در چند ماه اخیر شده اند. اکثریت افراد و کسب‌وکاران افغانستان مجبورند برای رفتن به ولایات دیگر از شهرها عبور نمایند، زیرا امکانات پرواز کمتر است. لکن اخبار آدم ربایی بسیاری از مردم را از سفر به ولایات باز می دارد. رفت آمد مسافر بسیار کم شده، مردم می ترسند به خاطر که تویشو نکنند نمی توانند رفتن. حرکت به سوی کاهش نقاط تلاشی به هدف کاهش تلفات در میان نیروهای امنیتی و همچنین تقویت عملیات تهاجمی صورت گرفته است و ناتو می گوید که هنوز هم از این پالیسی حمایت می کند. لکن مقامات افغان مکررن خواستار اقدامات در زمینه برای حصول اطمینان از ایمنی سفر شهروندان شده اند. تامین امنیت میکنیم و مسافه پست‌ها را تدابیر گزمشان ایجاد کردیم که گزمای متواتر بگرده و تدابیر خوب اتخاذ کنند، مردم را به روی خوب در سرک امور کنند. این حملات در شهرها و اجاده ها علیه غیر نظامیان مقامات افغان را غافل گیر کرد و برخی از داخل اردو گفتند که دولت در حال بررسی این پالیسی است. طالبان ادعای مسئولیت همه حملات اخیر در شهرها را به دوش نگرفتند، لکن سخنگوی طالبان برای ابراز نظر در مورد حاضر نشده است. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. چند خبر هم از جهان. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان امروز با همتای چینیش در بیجنگ دیدار کرد. ملاقات امروز وزرای خارجه دو کشور آغاز سفر سه روزه و رسمی هیئت آلمانی به رهبری آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور و چین است. چهارمین نشست مشورتی چین آلمان هم قرار است فردا آغاز شود. در این نشست موارد کلیدی چون اقتصاد، روابط خارجی و انکشافات در بخش‌های عدلی، تحصیلات مورد بحث قرار خواهد گرفت. صدر اعظم آلمان گفته است که در این دیدار نگرانی کشورش را در مورد قانون تازه چین بالای فعالیت سازمان‌های غیر دولتی و تولید فولاد در آن کشور با مقامات چینی شریک خواهد کرد. از سوی چندین هزار نفر در آلمان روز شنبه در اعتراض به عملیات تیاره‌های بی‌سرنشین ایالات متحده مظاهره کرده و خواستار توقف این گونه عملیات‌های نظامی شدند.
اعتراض کنندگان در نزدیکی پایگاه نظامی ایالات متحده موسوم به پایگاه هوایی رامشتاین صف بستند و شعار می‌دادند که جنگ تیاره‌های بی‌سرنشین باید پایان یابد. عملیات تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی در کشورهای چون افغانستان از ایالات متحده رهبری می‌شوند و پایگاه نظامی رامشتاین در آلمان نقش بین البینی را در این عملیات ها دارد. پلیس جرمنی گفت حدود 3 تا 4 هزار نفر یک زنجیر انسانی را در نزدیکی پایگاه تشکیل داده بودند که من حیث دفتر مرکزی نیروهای هوایی ایالات متحده در اروپا فعالیت دارد. ترتیب کنندگان مظاهرات گفتند حدود 5 تا 7 هزار نفر اشتراک داشتند. مقامات رسمی در رامشتاین در زمینه تبصره نکردند. استفاده تیاره های بی سرنشین به صورت جدی در آلمان موضوع جنجال برانگیز بوده است. فکر میکنم مهم است که پیامی را علیه هر نوع مداخلات نظامی بفرستیم، مخصوصا مداخلاتی که از طریق خاک آلمان صورت میگیرد. اگر سیاستمداران چیزی نمیکنند، ما من حیث شهروندان آن را وظیفه خود میدانیم که حاضر باشیم و نشان دهیم که ما این را نمیخواهیم. می خواهیم نشان دهیم که پالیسی های امریکا همیشه درست نیست و ما موافق با آن نیستیم. از این رو اینجا هستیم. پس از آن که حدود 15 سال قبل زمانی که یک تیاره بی سرنشین برای بار اول میزایل ها را پرتاب کرد، برنامه های اردوی امریکا افزایش یافته و استفاده تیاره های بی سرنشین جزء از عملیات روزانه جنگ ماشینی شده که حملات را انجام می دهد. رئیس جمهور اوباما ماه گذشته حملات هوایی را برای کشتن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان هدایت داد. مقامات گفتند منصور حملات تازه را بر اهداف ایالات متحده در کابل طرح‌ریزی می کرد. در یک گزارش دیگر شاگردان در مانیلا مرکز فیلیپین به روز یکشنبه علیه توافق حکومت نظامی اعتراض نموده که به اساس آن به ایالات متحده اجازه دسترسی به پایگاه نظامی و انجام تمرینات نظامی داده می شود. با مداخله ایالات متحده در امور داخلی ما آزادی برای برگزاری از روز استقلال وجود ندارد. بنان ما از شاگردان می خواهیم که علیه مداخله خارجی که توسط ایالات متحده صورت می گیرد اعتراض نمایند. ما از رئیس جمهور جدید می خواهیم که به تعهداتش استادگی نمایند. دوره خدمت رئیس جمهور فعلی فیلیپین بنیگو اکوینو سوم در آخر ماه جون به پایان می رسد و رادریگو دیتیرتی رئیس جمهور جدید جانشین وی می شود. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت گویشوی در جنوب غرب چین کم از کم 5 نفر ناپدید شده و نزدیک به 30 هزار نفر دیگر در منازلشان گیر ماندند. خبرگزاری سینهوا گزارش داده که باران‌ها در منطقه باعث لغزش زمین شده، جریان برق و راه‌های ورودی به این ولایت را نیز قطع کرده است. مأمورین نجات به خاطر انتقال گیرماندگان و کمک به منطقه فرستاده شدند. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامع. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است، پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامع. و خبر هم در ارتباط به افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که نبود نمایندگی این کشور در یونسکو سبب شده است تا ایران و ترکیه پیشنهاد ثبت کتاب مثنوی معنوی بزرگترین اثر مولانا جلال الدین بلخی را به نام خودشان در یونسکو بکنند. این وزارت میافزاید که تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی در یونسکو صورت نگرفته و حکومت افغانستان این موضوع را با جدیت پیگیری میکند. همکار ما جلال میرزاد از کابل در این مورد گزارش را آماده کرده. زادگاه مولانا، بلخ باستان. مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 604 هجری قمری در همین جا زاده شد، اما در کنار افغانستان در ایران، ترکیه و تاجیکستان نیز زندگی کرد و اثرهای زیادی از او به جا ماند. بزرگترین اثر او مثنوی معنوی را ایران و ترکیه به یونسکو پیشنهاد کرده که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان
به نام این دو کشور ثبت شود. پیشنهاد این دو کشور در افغانستان واکنش های را برانگیخت و حکومت افغانستان در یونسکو اعتراض کرد. مولانا جلال الدین محمد بلخی زاده بلخ افغانستان است و نام او آثار او در لیست افتخارات افغانستان است. وزارت اطلاعات و فرهنگ این موضوع را جدی پیگیری میکنند تا آثارش اگر ثبت میشه منصوب به افغانستان ثبت شود. تو اندر جهانی خود بمندنی. از مولانا جلال الدین محمد بلخی اثرهای زیاد به زبانهای فارسی، ترکی و عربی بر جا ماند. مثنوی معنوی و دیوان شمس از مشهورترین آنهاست. نویسندگان و فرهنگیان در افغانستان اقدام پسین ایران و ترکیه را سیاسی و ناسیونالیستی دانسته می گویند که این مرد بزرگ با جهان پیوند دارد. اصلا متولیان سیاست و فرهنگ کشورهای مثل ایران و ترکیه وجه معنوی و وجه فرهنگی مولانا را در نظر نگرفتن. اونها آمدن با این اقدامشان سعی کردند که یک چهره فرهنگی را و یک میراث مشترک فرهنگی را سعی کردند یک وجه سیاسی بدن. در افغانستان بسیار اندک افراد پیدا می شوند که مولانا را نشناسند. اینجا بسیاری ها پیرو دیدگاه مولانا است. وظیفه و مکلفت دولت این است که اسرار تاریخی و شخصت های فرهنگی ما باید به نام ما در سطح بین الملل باید درج شود و ثبت شود. پدر مولانا در نتیجه مخالفت ها در سال 610 قمری در دوران خوارزمشاه بلخ را ترک کرد و به عربستان رفت و پس از آن به ترکیه در قونیه مسکن گزین شد. سرانجام مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 672 قمری در قونیه درگذشت. جلال میرزاد، آشنا، صدای آمریکا، کابل. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر میخواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر میخواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. اخیراً پیشنویس یک قانون که از سوی شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان پیشنهاد شده و بر مبنای آن به مردان اجازه داده می شود که زنانشان را به صورت خفیف لاتوکوب کنند واکنش های را برانگیخت. از جمله کسانی که در برابر این قانون واکنش نشان دادند یکی هم فهد راجپر عکاس پاکستانی است که کمپاین را در رسانه های اجتماعی تحت عنوان مرا خفیف لات کنید به راه انداخته است. کمپاین فهد همزمان با مسوده پیشنهادی شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان آغاز یافت. در مسوده پیشنهاد شده به مردان اجازه داده شود تا زنانشان را به طور خفیف لد کنند. فهد در کمپاین عکاسی خود عکس‌های زنان را می‌گیرد و عکس‌العمل آنان را با عکس‌هایشان به نشر می‌رساند. کمپاین وی در رسانه‌های اجتماعی به سرعت انتشار یافت و بحث جهانی را در مورد برخورد با زنان نه تنها در پاکستان بلکه در کل جهان برانگیخت. او از طریق سکایپ با صدای آمریکا صحبت کرد. اگر در کشور من یا در جهان کدام کار نادرستی صورت می‌گیرد، من حیث یک انسان این وجیبه من است که در برابر آن ایستاده شده و موقف بگیرم که من همین کار را کردم. گرچه این کمپاین بیشتر بر پاکستان تمرکز دارد، ولی سندی دایر، معاون یک سازمان مدافع حقوق زنان به نام وایتال وایسز میگوید که خشونت خانوادگی به شمول آمریکا در هر کشور وجود دارد. کوشش بشود طوری گفته شود که لاتوکوب خفیف آنقدر هم بد نیست. لاتوکوب خفیف فقط به شرق میانه و آسیا محدود نیست، بلکه خشونت خانوادگی یک پدیده بین المللی است. کمپاین های رسانه های اجتماعی مثل کمپاین فهد آگاهی عامه را در مورد مشکل زیاد می کند که به سطح جهان آنقدر به آن توجه صورت نمی گیرد. من در کالج ها زنان جوان را می ستایم که در رسانه های اجتماعی و جاده ها خواهان رسیدگی به خشونت علیه زنان می باشند. این کارشناس امور افریقا می گوید جلب خشونت خانوادگی باید گرفته شود. مومن خان واحدی، صدای آمریکا، واشنگتن. خبر هم که تازه از انکشافاتشان آگاه شدیم. پلیس در شهر اورلندوی ایالت فلوریدای آمریکا میگوید که در اثر گلوله‌باری در یک کلاب شبانه همجنسگرایان در آن شهر حداقل
20 نفر کشته شدند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که در این رویداد بیش از 40 تن دیگر مجروح شده و تاکنون دلیل وقوع این رویداد و عاملین آن مشخص نیست. این در حالی است که یک شب قبل از این رویداد کریستینا گرمی، ستاره مشهور برنامه The Voice، نیز پس از اجرای کنسرت در شهر اورلندو هنگام دادن امضا به دوستدارانش با ضرب گلوله زخمی و سپس در اثر شدت جراحت درگذشت. گروهی از فرهنگیان و دانشمندان زیمبابوه مزرعه شادابی را در ایالت غربی کیپ تاون آفریقای جنوبی ایجاد کردند که در آن سبزیجات و غذاهای متنوعی را کشت می‌کند. در بیش از 15 سال گذشته حدود 1 میلیون از مردم زیمبابوه با فرار از بحران اقتصادی و خشونت‌های سیاسی در کشورشان به آفریقای جنوبی پناه بردند. چرا بیشتر در گزارش از همکارم لیلا حبیب عظیمی. سال گذشته یک سفر آخر هفته به میزبوری برای 5 فرهنگی طبعی زیمبابوه زمان به یک رویداد تغییر حیاتی مبدل شد که آنها به این قطعه زمین در ولایت غربی کیپ تاون در آفریقای جنوبی مواجه شدند. برای این مردان که در مناطق دوردست و روستای زیمبابوه بزرگ شده اند، کشاورزی چیز نو نبود، زیرا همواره روی مزرعه کوچک کار می کردند. اما آنها بیشتر روی مسائل علمی آن نسبت به بخش شغلی کشاورزی توجه را متمرکز ساخته بودند. زمین قابل استفاده بود اما بارور نبود. اگر شما به نوع زمین نظر کنید، خاک آن اندک با ریگ مخلوط است که مواد مفید زیادی ندارد. بنابراین ضرور است که شما به زمین مواد علاوه کنید که بتوانید مزرعه بسازید. این است آنچه که اساساً انجام دادیم و با استفاده از کود در تلاش بهبود و حاصل خیزی خاک آن شدیم. این دانشمندان که به نام دهقانان N7 میلزبری شناخته شده اند، قادر به تولید محصولات زراعتی مثل جواری، بادنجان رومی، پالک، گلپی و سایر سبزیجات شده اند. اما جواری یک جزء اصلی مواد غذایی در زیمبابوه محسوب می شود که برای آنها هیجان انگیزترین محصول زراعتی بود. آنها در حال حاضر برای نگهداشت مزرعه رویاییشان تقریبا 80 دلار برای هر هکتار زمین به مالک آن می پردازند. برنامه را برای جلب مردم آفریقای جنوبی داریم، برای کسانی که واقعا می خواهند از ما بیاموزند. بنابراین هر در برای آنها باز است و هیچ ممانعتی وجود ندارد. محدودیت وجود نیست. ما آفریقای جنوبی را بارور می سازیم. تفاوت زیادی وجود دارد. اگر من یک روز در بخش مهندسی کار کنم خسته کن است و میزان تقاضا زیاد، اما بخش زراعت آن لذت بخش است. خستگی را کاهش می بخشد. صرف دیدن محصولات در حال رشد باعث خوشی می گردد. زیمبابوه هنوز در سطح تلاش غلبه بر رکود اقتصادی سالهای 1999 الی 2008 قرار دارد و حدود 1 میلیون مردم زیمبابوه پس از فرار از خانه هایشان در آفریقای جنوبی زندگی می کنند. کشاورزان زیمبابوه دستاوردهای خود را در آفریقای جنوبی اخیراً جشن گرفتند. اگر شما در شهر مشخص زندگی می کنید که باید از آن به وجه احسن استفاده کنید، بنابراین این مردان یک موفقیت استثنایی را در جایی که زندگی می کنند به دست آوردند. آنها نزد مالک یک زمین رفتند و پرسیدند که آیا می توانند مزرعه در اینجا بسازند. آنها نگفتند که بریم به زیمبابوه کار کنیم، بلکه اینجا کار می کنند زیرا خانواده هایشان در اینجا هستند و نیاز به فراهم ساختن نیازهای خود و خانواده خود دارند. دهقین و کشاورزان اکنون برای گسترش تولید محصولات خود از 3 هکتار به 15 هکتار زمین و رشد سبزیجات بیشتر کار می کنند تا محصولات بیشتر به مشتریان بازار ایپینگ در شهر کیپ تاون عرضه نمایند. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. در بخش صحی هفته قرار داریم. دوستان، تمرینات سنگین ورزشی میتواند باعث تقویت عضلات و قدرت تحرک بدن گردد. با آن هم اخیراً متخصصین درباره تأثیرات تمرین‌های سنگین ورزشی روی صحت و سلامتی بدن انسان مطالعات انجام دادند که همکارم خدیجه کوزه‌ای در گزارش آن را دنبال کرده است. این افراد یک ریسمان سنگین را برای زمین یک استادیوم در کالیفرنیا میکوبند. چرا؟ تمام بخش های بدن و عضلاتم تکان میخورد. احساس فوق العاده دارم و این را خوش دارم. این صنف ورزشی تناب زنی در بوربنگ است. گفته می شود حرکات با تناب
که یک رقص نواری چینایی را در ذهن مجسم می سازد، تمام عضلات عمده بدن را به کار می اندازد و عضله و عروق شیرهوی قلبی را تقویت می بخشد، اما با فشار ضعیف. این بسیار مهم است تا مردم بدانند که صرف این حرکات برای قلب کافی نیست. شما حرکات قلبی را با تمرینات قوی تر باید انجام دهید. بورلی میگوید مطالعات اخیر نشان می‌دهد که تمرینات کوتاه مدت اما با سطح بالا برای ترشح هورمون‌های انکشافی بدن مفید است و هورمون‌های افسردگی و کورتیزول را در بدن کاهش می‌دهد. خدیجه الکوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. دوستان، همونطور که گفتیم ورزش افزون بر این که باعث سرگرمی و تفریح میشه، انجام دادن آن برای صحت و سلامت بدن انسان مفید بوده و دکتران اکثرا توصیه می کنند که برای حفظ سلامتیتان باید ورزش کرد. امروز خواستیم روی اهمیت همین موضوع صحبت بکنیم. مهمان برنامه ما محترم ناصر اوریا، دکتر در کلینیک فرانک تیدای شهر سان آنتونیوی ایالت تکساس ایالات متحده است که همکنون از طریق اسکایپ با ما هستند. دکتر صاحب سلام بر شما، تشکر از وقتتان. در اول میخوایم بپرسم که مکانیکیت تاثیر مثبت ورزش بر بدن انسان چیست؟ چرا ورزش مفید پنداشته میشه؟ تشکر به شما و سوالتان و با احترام به دوستان. ورزش و فعالیت فیزیکی طبعا برای حفظ صحه عمومی یک رول اساسی و عمده را داره. وجود انسان طوری ساخته شده که باید فعالیت فیزیکی کنه که از اکثر امراض جلوگیری میکنه و همونطوری که در راپور گزارش داده شد، بعض هورمون های افراز میشه که باعث تقویت وجود میشه و در حالت که سپورت نمیشه بعض هورمون های افراز میشه که این هورمون ها در تولید بعض امراض مثلا دیابت رول عمده داره. آیا هر نوع ورزش نمیتون برای صحت انسان مفید خان دکتر صاحب؟ این سوال بسیار خوب است. یعنی در جواب شما باید بگویم که بله، هر نوع ورزش مفید است، مگر اگر انسان میخواهد که از وقت خود استفاده درست بکنه. ورزش های مناسب که انسان حداقل وقت ورزش میکنه باعث ازی شود که عرق بکنه و همچنان به اصطلاح نفسش بسوزه، و فعالیت های فیزیکی که میکنه مخصوصا آب بازی، پیاده گردی، برسک واکن که پیاده روی با سرعت زیاد است، بسیار مفید است. حداقل روزانه 45 دقیقه تا یک ساعت توصیه میشه برای اکثر کسایی که تکلیف های قلبی وایی ندارن و یا دکتر کلیرش کرده میگوشن. دکتر صاحب، بغیر از نقش وقایوی، آیا ورزش تأثیر درمانی هم داره؟ آیا امراض هستن که ورزش در علاجش کمک کننده واقع شده؟ بدون شک ورزش هم رول وقایوی داره و هم رول درمانی. رول وقایوی در مثلا میتونه که از دیابت یا مرض شکر نوع دو میتونه که جلوگیری بکنه، و همچنان در پایین آوردن فشار خون و پایین آوردن کلسترول خون رول بسیار عمده را داره. ورزش های عادی که مردم میکنن برای پایین آوردن فشار خون حداقل 5 تا 15 میلی متر ستون سیماب میتره فشار سیستولیک یا فشار بلند خون پایین بره. دکتر صاحب، برخی ها به این نظر هستند که اگر ورزش انجام شود باید در کنارش حتما غذای مقوی هم گرفته شود. آیا این دلیل شده میتونه که افراد بی بضاعت ورزش نکنن؟ به هیچ وجه، و این یک فرمول درست نیست. غذای قوی مربوط به است که تعریفش کی میکنه. غذای صحی باید بگیم، غذای صحی که شامل کربوهیدرات یا قند، قندهای صحی شامل مقدار نرمال چربی و پروتئین ها باشد، و این باعث از این میشه که صحت انسان خوب باشه. ضروری نیست انسان ها غذا و پروتئین های زیاد بگیرن، پروتئین هایی که به صورت دواست، این میتونن به صورت غذای صحی بگیرن. دکتر صاحب، ساده ترین ورزشی که بیشترین مفاد را برای صحت انسان داره کدام بوده میتونه؟ برای دوستا چی را پیشنهاد میکنین؟ هر نوع ورزش، هر نوع فعالیت فیزیکی به نظر استخوان را به فعالیت بیاره، این باعث صحتمندی انسان میشه. و چیزایی که بسیار ساده است، مثلا در افغانستان آدم میتونه پیاده گردی، برسک واکینگ هم تو گفتیم، و خصوصا برای خانم ها که متاسفانه شرایطشان بسیار محدود است، برای اونها یکی از بهترین سپورت ها ریسمان بازی است که با جای کم و یعنی در هر گونه امکانات میتونه آدم ریسمان بازی کنه. اما شروعش باید از 5 دقیقه بکنن و هر روز یک دقیقه بهش اضافه بکنن تا که بر روزانه 45 دقیقه تا یک ساعت سپورت برسه. دکتر صاحب، کسانی که بیشتر مشغول کار هستند، مخصوصا کار ذهنی و حالا کار که با کامپیوتر بیشتر مشهور است و فرصت برای ورزش هم ندارن،
توصیه شما با اونا چی است؟ اینطور است که صحت انسان از اولویت هایی برخوردار است که اگر انسان صحت نباشه کار برای خودم نمیتونه بر دوام نمیتونه. یعنی در این قسمت باید آدم یک برنامه داشته باشه که برای صحت خود برای ورزش یک وقت پیدا بکنه، میتونه این کار بکنه. اما در صورت که بسیار شرایطش محدود باشه، حداقل در محیط کار کاری را که میکنه یا مثلا با کار میره و میه از بایسکل استفاده کنه، یک کار سی تر است، و همچنان در محیط کار کوشش کنه از وسایل نقلیه کمتر استفاده کنه، زیادتر پیاده‌روی کنن. حتی با بازار که میرن به خاطر خریدن سودا اینا، خود پیاده‌روی از یا پایس از میشه که سپورت کنه حداقل. یعنی از نکردن ورزش، هر نوع سپورت، هر نوع سپورتی که باشه، ولو به هر اندازه کم باشه، باز مفید است. و یک مسئله بسیار اساسی و مهم که است که ترک سیگارت و دخانیات. دکتر صاحب، شما پیشتر در صحبتاتون به یک نکته بسیار اساسی اشاره کردین، گفتین دکتر اگر توصیه کرده باشه. بعضی کسا، شما صحبت ما به این شکل آغاز شده و دنبال شده که گویا هر کس در هر حالت باید ورزش بکنه. برای کسایی که ورزش ممکن برشان به گونه مضر تمام شود چی پیام دارین؟ آیا کسایی هستند که باید ورزش را به گونه که دکتر برشان میگه و یا هم دکتر برشان اجازه نمیده ورزش نکنن یا هم بکنن؟ بله، اکثر در کسایی است که امراض قلبی جدی دارن و اینا مثلا عملیات قلبی شده می باشن، حتی برای این اشخاص هم تمرینات مشخص وجود داره. به می خاطر ما گفتیم که از دکتر باید مشوره بگیرن و اینا به حساب رزیستنت بیلدینگ یا سپورت های بکنن که آهسته آهسته مقاومت وجودشان بالا میره و بدون از اینکه قلب زیاد تحت فشار قرار بده و این اکسیژنیشن یا تخلیه را خوبتر میسازه و به حجرات و انسجام وقتی اکسیژن و مواد غذایی خوب میرسه طبعا صحتشان بهتر میشه. دکتر صاحب اوریا، تشکر از اینکه وقتتون برای ما دادین. مثل همیشه بقیه روز شما خوش باشه. با امید صحبت ها در برنامه بعدی. تشکر از شما. بخش ورزش است. دوستا، علاقمندان تیم های ملی فوتبال روسیه و انگلستان پس از ضرب و شتم یکدیگر و درگیری با پلیس ضد شورش در شهر مارسلی فرانسه امروز دنبال پناهگاه می گشتند. بیشتر میخانه ها و رستوران ها در این شهر نیز بسته بوده و پلیس از گردهمایی های علاقمندان دو تیم در هر گوشه و کنار هم جلوگیری می کرد. در سلسله رقابت های فوتبال جام ملت های اروپا دیشب بازی پرهیجان بین تیم های روسیه و انگلستان با تساوی 1-1 خاتمه یافت. اما بازی دیشب باعث شده که از دو روز به ایسو طرفداران دو تیم بر سر هم ریخته و یکدیگر را راهی شفاخانه هم بکنند. پلیس هم به خاطر متفرق ساختن مردم از گاز اشکاور استفاده کرده است. در فیسبوک تلویزیون آشنای صدای آمریکا امروز از دوستان خواسته بودیم نظرشان را در مورد مسابقه فوتبال امشب میان تیم‌های اوکراین و آلمان با ما شریک بسازند و اینکه بگویند که برنده ممکنی مسابقه کدام تیم خواهد بود. از جمله دوستانی که نظر داده محب الله استانگزای از کابل نوشته است تیم آلمان امشب تیم برتر در میدان خواهد بود، چون در تیم آلمان بازیکنان مستعد، جوان و با انرژی هستند. ادریس دهقان از پلی‌خمری نوشته است اوکراین 0 و آلمان 4 برنده مسابقه امشب خواهد بود. از سایر دوستانی که به این سوال ما پاسخ دادند سپاسگزار هستیم. شما نیز میتونید نظریاتتان را در مورد پست های این صفحه با ما و دوستانتان شریک بسازید. آدرس صفحه ما در فیسبوک facebook.com/voatv. برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا هم در اینجا به پایان میرسه. در نیم ساعت بعدی همکارم با تازه ترین ها، همکارم شایسته سعادت لامی هستم با تازه ترین ها در خدمت شما خواهد بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با دولو چارو که آمریکا غگ به ارزښتون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسلسه لری. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای آمریکا آشنای شما. در امریکا غاگ آشنا تلویزیون پختو خبری خبرونه. په لوی لارو کې د لګو امنیتي پوستو او د یاغیانو د بریدونو د زیاتوالي له امله اندېښنې.
په متحده ایالاتو کې د ټاکنو بهیر او د جمهور غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ نیوکه پر ولسمشر باراک اوباما باندې، او په آخر کې ستاسو روغتیا ته کتنه چې په ترڅ کې به د زیکا د ویروس په اړه تازه معلومات هم واورئ. هیله ده تر پایه موږ سره اوسئ. د افغانستان پر لویو لارو باندې پر وروستیو ګواښونو رڼا اچوو چې په ترڅ کې به یې د دیراوت او ترینکوټ ترمنځ د لویو لارې پر سر د نویو عملیاتو په اړه هم